به دنبال شدت گرفتن اجرای احکام اعدام در هفته‌های اخیر در ایران، دو سازمان حقوق بشری نسبت به افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران هشدار دادند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از اعدام قریب الوقوع 22 زندانی از جمله 6 زن در زندان‌های اصفهان طی روزهای آینده خبر داده. این سازمان خواستار اقدام جامعه جهانی برای توقف اعدام‌ها در ایران شده. همزمان عفو بین‌الملل درباره احتمال اجرای حکم اعدام 6 شهروند عرب هشدار داده و جزئیاتی منتشر کرده که نشون میده این شهروندان تحت فشار و شکنجه ناچار به اعتراف شدن. تایید حکم اعدام 3 متهم پرونده خان اصفهان در دیوان عالی کشور هم باعث نگرانی درباره احتمال اجرای حکم اونها شده. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول با ما همراه میشه. آقای کاظمی، نگرانی های سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر شدت گرفته پس از اعدام هایی که بدون هیچ هشداری، بدون هیچ اعلامی از پیش انجام شد، الان دارن میگن تعداد بیشتری هم در معرض اعدامن. چی بیشتر میدونیم از اونها؟ درود بر شما. همینطور که شما گفتید، تعداد اعدام ها رو به فزونی رفته. جمهوری اسلامی در ماه های اخیر، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، نزدیک 5 ماهی که از آغاز سال میلادی 2023 گذشته، بیش از 200 و چند ده اعدام رو انجام داده که خب در 3 هفته اخیر تعدادشون خیلی افزایش پیدا کرده. در 3 هفته اخیر ما اعدام هموطنان بلوچمون رو در 9 زندان، دست کم در 9 زندان داشتیم که به اتهاماتی مانند مواد مخدر قتل انجام شده، که حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم به اون اشاره کرد. و در موارد دیگه انگار که طراحی صورت گرفته که هم از بین معترضین بازداشتی در خیزش زن زندگی آزادی، مثل همون 3 زندانی پرونده خان اصفهان، آقای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی که با یک پرونده سازی ناشیانه و جنایتکارانه انجام شده، هر لحظه بیمه این میره که هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم خبر اعدام اونها رو بشنویم، و 6 شهروند عرب و تعداد دیگر از هموطنانمون. اون چیزی که مسلمه اینه که جمهوری اسلامی از اعدام ها با عناوین اتهامی متفاوت، چه اعتراضی و چه جرائمی مانند مواد مخدر و قتل، به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنه. یعنی بعد از اینکه به واسطه سرکوب به ظاهر توانست خیابان ها رو از معترضان خالی بکنه، به یک بار موج اعدام ها رو افزایش میده. و مثلا اگر بخواد با غرب در موضوعی مثل برجام مذاکره بکنه، تعداد اعدام ها به یک بار کاهش پیدا میکنه. آقای کاظمی، در چنین شرایطی چه کار میشه کرد؟ سازمان های حقوق بشری، رسانه ها چه کار میتونن بکنن؟ خانم سارایی، من قبلا این رو نوشتم که راهکار اصلی واقعا سقوط حکومت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از موج اعدام ها. اما اون چیزی که الان فکر میکنم در کوتاه مدت میتونیم بهش بپردازیم، چه مردم، چه رسانه ها، چه فعالین حقوق بشر در شبکه های اجتماعی، کاربرانی که حضور دارن، یک قیام بر ضد اصل حکم ضد انسانی و غیر انسانی اعدامه. یعنی اینکه اگر در موردی ما میبینیم که برخی شهروندان از اعدام یک متهمی با هر جرمی، از قتل، مواد مخدر گرفته تا اعدام‌های سیاسی، دفاع می‌کنن، این معنیش اینه که در ادامه حکومت اعدام‌های دیگه‌ای رو با جرایم دیگه‌ای، با اتهامات دیگری انجام میده. در کوتاه مدت ما نیاز به یک قیام ملی بر علیه حکم غیرانسانی اعدام داریم. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول، ممنونم از شما.